در روزی که حسین هدایتی به 20 سال حبس و بازگرداندن حدود نیم تریلیار تومان محکوم شد محمد هادی رزوی داماد وزیر کار و حامی مالی جشنواره مدافعان حرم که پیشتر از تشکیل لابی ثروت شیعه سخن گفته بود متهم شد که 211 میلیارد تومان وام گرفته و آن را باز نگردانده است در همین روز خبر اصلی روزنامه سازندگی عبارت بود از 3000 میلیارد تومان بدهی بانکی و 136 میلیون یورو بدهی معوق محمد صدر هاشمی مدیر عامل بانک اقتصاد نوین وظیفه مردم ایران قربانیان اصلی این فساد چیست ببینید شما به تاریخ همین 100 سال که نگاه میکنید هیچ کشوری حتی تمام کشورهایی که این نظام تامگرا تالیت غیره بودن چنین ابعاد فساد و دزدی رو شما در هیچ جای نمیبینید نه در اتحاد جمهوری شوروی می بینید نه در اروپای شرقی می بینید آقای هونکر که صدر هیئت رئیسه حکومت آلمان شرقی بود موقعی که این حکومت ریخ یک جا نتونستن یک چیز کوچیکی رو در رابطه با ایشون نشون بدن که دزدی کرده یا چیزی تو خونه زندگی میکرد که شاید نسبت به خونه کارگرای دیگه یک کمی بهتر بود اونو بهش ایراد گرفتن که شما در این مقامی که صحبت از حکومت زحمت کشان میکردی نباید این چنین میکردی در نتیجه این ابعادی که وجود داره اصلا بی سابقه است آقای خامنه ای زمانی که انقلاب انجام می گرفته ایران یه دوچرخه هم نداشته الان ثروت ایشون رو دیویست میلیون ارزیابی دی میلیارد میلیارد دلار بله. اون بله ارزیابی میکنه و یا ببینید توی نظامی که رئیس قوه قضاییش که میبایستی مراقب این مسائل فساد و دزدی و اینا باشه خودش که منتخب رهبره نه کسی دیگری و مشتهد رفته 63 و سه حساب باسه خودش باز کرده پولای مردم که ودید و ودی و اینا میدادن میگرفته میذاشه توی این حساب بسیقه, بله ببخشید میذاشه توی این حساب تمام سود میلیاردی این رو برمی داشته و به کسی هم پاسخگو نبوده ولی رهبر میدونسته یعنی سهم رهبر هم میداده در واقع در ادامه صحبت شما خود این آخوندها با نظام بانکی مدر مخالفند و این رو صریحا میگن که در واقع مبتنی بر رباس و گرفتن ربا معادل صد بار زنا با مادر خود در خانه خداست ولی به خودشون که میرسه به قول شما 63 حساب هم باز میکنن که از وسیقهای مردم نزول بگیرن ببینید این قارت سروت های ملی آی ثابتی به دو طریق در واقع در جامعه ما صورت میگیره توسط شبکه مرکب از نهادهای موازی فقط نهادهای موازی به حیطه سیاست در واقع محدود نمیشه که این نهادهای موازی وابستن به بیت علی ای و فرماندهان سپای پاسداران که گماشته او هستند در این مقام اون چیزی که مربوط به بیت رهبری میشه عبارت است از, از نهادها و بنیادهای گوناگون از جمله این بنیاد احکام امام خمینی که دارایی نقدیش فقط در این یک قلم به 125 میلیارد دلار بالغ میشه و آستان قدس نظوی و دیگران در مورد سپاه پاسداران همینطور عمدتا قرارگاه های شبیه قرارگاه قرب یا خاتم الانبیا که هزاران شرکت وابسته به این دو قرارگاه هستند و تمام پیمان ها از طریق این شرکت ها با سپاه پاسداران بسته میشه و این رو تبدیل کرده به بزرگترین مقاطعه کار ایران در یک مورد دیدید که هزاران مؤسسه مالی وابسته به همین قرارگاه ها میلیاردها دلار از دارایی های مردم ایران رو دزدیدند و خوردن یک نفر از این مسئولین این 6000 مؤسسه مالی غیر قانونی در واقع معرفی نشد شعار مقاومتی اقتصاد شعار اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای سال‌ها تکرار میکنه در واقع به معنای واگذار کردن این تتمه کشور غارت شده به همین شبکه وابسته به بیت رهبری و سپاه پاسداران اولین وظیفه‌ای که مردم دارن اینه که نرن تو خیابون بگن یک اختلاس حل بشه مشکل ما حل میشه اولا یک اختلاس تو این نظام فساد پروره هم حل نخواهد شد اگر هم به فرض محال بشود مشکلات مردم ایران حل نخواهد شد مسئله در واقع رویارویی با یک نظام مستبده فساد پروره که مثل تا اون به جان این ملت و کشور افتاده و تا نابودش نکنه دستوردار نخواهد بود ببین من جای کار میکردم روز اولی که باید قرار یک بند از قرارداد و در همین لندن جلوی من گذاشتن و گفتن که شما که اینجا معلم هستید حق ندارید از دانشجویانی که میان کادو بگیرید و اگر هم موقع یک شرایطی پیش اومد کادو گرفتید این دفتر اینجا است تو این دفتر بنویسید کی به تو داده چی بهت داده میدونید میخوام بگم که فساد در ایران یک فساد سیستمیه از بالا تا پایین از طریق نهادهای مختلف همونطوری که اشاره کردن این فساد در جامعه ما وجود داره این آقایی که دستگیر شد این آقایی که دستگیر شده در واقع مغازه کوچیک داشته و تبدیل شده به امپراتوری مالی وکیلش رو ترور میکنن صحبتی نیست سه نفر از آیت این تیمو اعدام میکنن خبری از اونها نیست این آقا رو گرفتن و الانم قوه قضایی داره عقب نشینی میکنه برای اینکه مسائلی رو این گفته ممکنه به ضرر خیلی از مسئولین نظام در بیاد به همین دلیل میخوام بگم وقتی که فساد سیستماتیک هست هیچ چاره ای نیست به غیر از اینکه مردم باید خودشون تصمیم بگیرن آیا این رژیم رو میخوان یا نمیخوان معمولا در جوامع دموکراتیک دو, دو اصل وجود داره برای اینکه جلوی فساد گرفته بشه یکی نظارت عمومیه نظارت مردمیه که باید ناظر باشن بر اعمال دولت و یکی هم اینه که آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود داشته باشه که اگر اتفاقاتی که اینچنین میفته از همون ابتدا بیان بکنن شفافسازی بکنند بکنن تا مردم هم یاد بگیرن باید با فساد مبارزه بکنن تا زمانی که این رژیم وجود داره متاسفانه این فساد هم در کشور ما از بین نخواهد رفت فسادی که فساد سیستماتیک که صحبتش میشه باز برمیگرده به قانون اساسی حکومت که همه امتیازها رو ویژه در اختیار یک گروه و یک فرقه خاص قرار داده و این فرقه خاص حالا بخشش که سپاه پاسداران هست هم باز وظیفش مشخص شده که باید از مسلحت ولایت فقی و رهبری جلو بره در نتیجه تنها راهی که میمونه تغییر این قانون اساسی توسط نمایندگان واقعی مردم مردم که فقط میتونه از یک پروسه و فرایند انتخابات آزاد بیرون بیاد و مشروعیت بگیره برای اینکه به اونجا برسیم باز باید برگردیم یه دوری به تاریخ بزنیم ببینیم در دهه 1947 هست که گاندی با حرکتی که میکنه میاد اعتماد به نفس رو به مردم باز میگردونه و نهادهای موازی ایجاد میکنن و موفق میشن در برابر بریتانیا بیستن جنبش همبستگی در لهستان هست ببینیم در اوکراین به چه شکل شد و حتی لبنان اینها همه مقاومت های مدنی بدور از خشونت که این کشورها همگی به بستن و موفق شدن اون حکومت ها و اون سیستم رو به عقب برونن گرجستان باز یک نمونه خیلی خوبی است که میبینیم چطوری تونستن فاسدترین کشور اون بخش از آسیا موفق شد که فساد رو تقریبا از بین ببره در کشور خودش هم فساد اداری رو هم فساد سیاسی رو در نتیجه اون چه که ما باید انجام بدیم به عنوان مردم ایران بخشی از اپوزیسیون و متفکرین هستن که باید ادامه بدن به روشنگری به به هدایت کردن جامعه این به نظر من خیلی وظیفه سنگینیه که بر روش متفکرین ایرانی و اپوزیسیون قرار میده که از رسانه های آزاد به خصوص کسانی که در خارج از کشور هستن استفاده بکنن و بخش دیگه از مردم از اونجا که ما نمیتونیم انجامن ها یا نهادهای های غیر دولتی داشته باشیم که نظارت بکنه بر دولت چون سرکوب میشن و در زندان میرن و رسانه هایی که بیشترش در داخل کشور وابسته به سپاه هستن مردم اینها رو بایکوت بکنن و از رسانه هایی که بهشون اعتماد دارن و میدونن که در خارج از کشور صدای اونها هستن و اخبار درست رو میدن و از فضای مجازی استفاده بکنن تا این اطلاع رسانی کمک بکنه به این مقاومت های مدنی پیش از دوران مدرن یکی از اصول حاکم این بوده که حق بازوره اصلا رومی میگفتن قنائم به فاتحان تعلق داره اما در قرن بیستم این تغییر کرد حتی آلفرد روزنبرگ نازی یکی از اتهاماتی که در دادگاه نورنبرگ به اعدام محکوم شد یکی از اتهاماتش این بود که اموال یهودی ها را در فرانسه و آلمان دستور قارتش رو صادر کرده اما متاسفانه وقتی پای نفت و منابع طبیعی وسط میاد مثل کل دنیا این داستان رو فراموش میکنه آقای لیفنار استاد دانشگاه کینگز کالج لندن یک کتابی نوشتن دانشگاه آکسفورد منتشر کرده به اسم نفت خونین میگن ایران عربستان روسیه این کشورهایی که منابع طبیعی دارن اما دموکراسی در اونجا حاکم نیست یعنی مردم در تصمیم گیری درباره میراث ملی از جمله منابع طبیعی درش مشارکت ندارن نمیدونن اینا خرج در این صادرات در چه زمینه خرج میشه میگن ما کشورهای نهادهای بین المللی اگر اجازه بدیم اینا بیان این پول رو بردارن تو لندن و آمریکا و اینها در مستقل ملت سرمایه‌گذاری کنن تو بازار بورس و اوراق سرم... زم... با اوراق قرضه در اصل داریم به این قارت سالاری یا کلپتوکراسی دو سالاری یا که برای این کشورها کمک می‌کنیم مثل اینه که در استان تهران امروز اعلام کنه که از فردا کالاهایی که مسروق است در استان البرز خرید و فروشش تو تهران آزاده خب بنابر استان تهران داره به قارت و دزدی در استان البرز دامن میزنه دیگه به باندای تبهکار پروبال میده نهادهای بین‌المللی هم باید جلو این رو بگیرن یکی از قضات دیوان عالی آمریکا اخیراً پیشنهاد کرد دیوان بین المللی مبارزه با فساد تشکیل بشه که این خیلی مسئله مهمی است به دلیل اینکه اگه اصل تجارت پاک باشه یعنی نهادهای بین الملل کشورهای بگن ما از ایران عربستان همه روسیه این کشورهایی که دو سالاری غارت سالاری اصل حاکم بر اونها به قول آقای استیفن مندبلون که کتاب نوشتن راجع دو سالاری ایران روسیه چین اینها اگه از اینا خرید نکنیم معامله نکنیم اینها خودشون تضعیف میشن و فروم باشن مثال میزنم میگه معاهده 1975 هلسینکی که ملزم کرد اتحاد جامعه شورای اقمارش که حقوق بشر رعایت کنه اما اونها اجرا نمی‌کردن باعث جلب توجه به مسئله نقض حقوق بشر شد 15 سال بعد هم اونجا سقوط کرد مبارزه با فساد جنب و جنبه بین‌المللی پیدا کنه توجه جهانیان رو جلب می‌کنه باعث میشه تضعیف میشه این حکومت ها